سلام، درس نهم میوزیک. خب موسیقی، ببینیم که این درس برامون چی داره. My older brother Alex is very musically gifted. میگه داداش بزرگم خیلی استعداد موسیقی داره. Musically gifted، آدمی که gifted هست یعنی در واقع یک چیزی بهش از سمت خدا هدیه شده، این شکلی آدم با استعداد، همون talented میشه. He can play any tune from memory. میتونه هر ملودی رو، تیون در واقع آهنگ یا ملودی هست، میگه میتونه حفظی بزنه. Without looking at sheet music. بدون اینکه به در واقع به اون پارتیتور یا به اون صفحه نوت نگاه کنه. He spends all his free time strumming a guitar. میگه همه یه وقت آزادش رو چیکار میکنه؟ Strumming a guitar. به عمل پیک زدن به گیتار میگن استرامینگ. و وقتی گیتار میزنه منظور اینه که داره استرام میکنه. و یا کمپوزینگ میوزیک، کمپوز به معنی ساختنه، آهنگسازی میکنه، موسیقی میسازه. and writing song lyrics. song lyrics، لایریک نگیدین، خیلی از این خواننده های اول موزیکاشون میان لایریک بای فلان فلان، این لیریکسه، یعنی متن ترانه. دقت هم کنید که این شعر نیست، ترانه است، شعر یه چیز دیگه است. در ادامه میگه که Alex and his friends formed a band that has attracted a sizable following in our city. میگه داداشم Alex با رفیقاش چیکار کردن؟ یه گروه موسیقی تشکیل دارن. To form a band. دقت کنید که گروه موسیقی رو نمیگیم music band و یا musical band. وقتی میگید بند، خودش اصلا به معنی گروه موسیقیه. هیچ کلمه میوزیک، میوزیکال یا چیزی شبیه این بهش اضافه نمیکنه. پس یک گروهی تشکیل دادن که چیکار کرده؟ کلی طرفدار پیدا کرده. A sizable following. Sizable یعنی زیاد، خیلی. طرفدارای زیادی تو شهرمون پیدا کرده. They started out playing gigs. Gig به معنی اجراست. حالا به چه اجرایی میگن؟ اجراهایی که اینجا نوشته این bars and clubs، اجراهای کوچیک و جمع و جورن معمولاً. البته میشه به اجراهای بزرگترم گفت یه وقتایی، ولی معمولاً به اجراهای کوچیک جمع و جور تو رستورانی، تو پابی، تو این جای این مدلی به اونا میگن gig. میگه شروع کردن به اجرا کردن توی بارا و کلوب‌ها. and they used the money they earned to record their debut album. و پولشون رو، پولی که درآوردن رو گذاشتن برای چی کار؟ to record their debut album. این کلمه debut و debut و اینجور چیزا نیست. debut یعنی اولین. حالا چه جور اولینی؟ میگه پولشون رو گذاشتن که برن اولین آلبومشون رو ضبط کنن. فرض کنید یه هنرمندی، یه بازیگر، یه موسیقیدان مثلا اولین اجراشو انجام میده، به اون میگن اجرای دیبیو، اولین اجرا. یا مثلا یه بازیکنی، مثلا فلان بازیکن رئال مادرید تازه خریده، اولین بازیش میشه دیبیو مچ. پس دیبیو به این حالت میگه. در ادامه میگه که A remixed track from that CD then became a massive hit. میگه یه ترک ریمیکسی، میکس خب میدونید دیگه، وقتی حالا تو موسیقی این ملودی ها رو که میذارن رو هم به اینا میگن میکس. وقتی یه بار دیگه این کار رو انجام میدن که در 99% موارد میذارن آهنگ رو خراب میکنن، به اون میگن ریمیکس، مجددن انجام دادن. میگه یکی از ترک های اون، یکی از ریمیکس هاشون از اون سی دی بعدن تبدیل شد به یه، به قول ما خودمون، ترکوند، a massive hit. وقتی یه آهنگی می ترکونه میگن a massive hit, a very popular song. And the local radio station, thanks to its catchy tune and upbeat tempo. میگه توی ایستگاه رادیوی محلیمون خلاصه گرفت این قضیه، موسیقی آهنگی گرفت و ترکوند و معروف شد. thanks to یعنی به خاطر،
به خاطر چی؟ It's catchy tune. میبینید اینو هم با چه میشه تلفظ کرد هم با ته. در انگلیسی بریتیش معمولاً چه هست. Catchy tune یعنی ملودیش گیراست، آهنگ گیرایی داره. An upbeat tempo. تمپو میشه ضرب، به ریتم موسیقی میگن. Upbeat هم یعنی سریع. Upbeat tempo ریتم سریعی داره، مثلا چون 120 است BPMش و یه همچین حالتی. کچی چیون هم که دقت کردی دیگه یه ملودی گیرا، از این ملودی هایی که تو دهن آدم میفته به اونا میگن کچی چیون. در ادامه که their second album will be released at the end of the year، آخرین آلبومشون در واقع، ببخشید، آلبوم دومشون میاد بیرون، will be released، عرضه میشه، ارائه میشه که در آخر سال. They'll record it live at their next show. Record به معنی ضبط کردن. Record it live یعنی زنده ضبطش میکنن توی شو بعدیشون، اجرای بعدیشون. Alex dreams of going on tour. Going on tour، to go on tour یعنی تور بذاره، یه تور مثلا چون دور اروپا مثلا، یه همچی حالت دور کشور. He's just waiting for his break. Big break ببخشید. He's just waiting for his big break. To get his feet in the door of the music industry. میگه فقط منتظر چیه big break؟ اون لحظه ای که میتره که تو زندگی آدم یه هو آدم موفق میشه یا یه نفر موفق میشه، به اون میگن big break. Break through هم میگن البته برای وقتی که مثلا خیلی تلاش میکنی. خلاصه big break مال لحظه ای که دفعه میگیره. مثلا نمیدونم شما یادتون میاد یه خواننده کی‌پاپ بود به اسم سای و با یک یه سری حرکات و یه موزیکی اون شد big breakش، گنگنم استایل درست کرد و ترکوند. به اون میگن big break. حالا برای هر کسی ممکنه این سایز بیگش متفاوت بشه. خب منتظر اون روز و اون لحظه بزرگه که چی بشه. To get his foot in the door، این عبارت رو یاد بگیرید. پات برسه به فلانجا، یعنی پات به فلانجا باز بشه، شانس این رو پیدا کنی در میوزیک اندستری، در صنعت موسیقی. As for me، برای من، I love singing along. Singing along یعنی همراه یکی خوندن. یه نفر داره میخونه، وقتی میگن sing along یعنی شما هم همراهش بخونید. پس I love singing along to my brother's music. دوست دارم موسیقی داداشم رو بخونم. But a career in music isn't for me. اما یک حرفه، یک شغل، یک مسیر شغلی در موسیقی برای من نیست. I'm completely tone deaf. Tone deaf به آدم هایی میگن که گوششون درست ملودی رو نمیشنوه. البته نداریم واقعا در دنیای واقعی آدم tone deaf نداریم اصلا. هیچ کس tone deaf نیست. اما به قول موسیقی دانا یکی گوشش بیشتر تربیت شده یکی گوشش کمتر. اینجا میگه که I'm completely tone deaf یعنی من نمیفهمم موسیقی رو، اینجوری بگیم. خیلی درست قابلیت تشخیص ندارم. And I always sing off key. Off key یعنی خارج خوندن. یه وقتی هست که اینو من بنویسم sing off key، خارج خوندن. اگر یکی اشتباه بخونه رو بهش میگن false، یادتون باشه که ما تو فارسی چون معمولا از فرانسوی گرفتیم میگیم false، ولی فالس هست در انگلیسی. این اشتباه خوندنه و کلن پرت اگر بخونی میشه خارج، اون میشه سینگ آف کی. اما در ادامه یه سری کالوکیشن های اضافی داریم که خب توی متن نشده جا بده آورده اینجا گذاشته. Contemporary music. Contemporary به معنی معاصر هستن. موسیقی عصر جدید رو، موسیقی نو رو میگن contemporary music و یا modern music. کلاسیکال میوزیک به موسیقی کلاسیک میگن. دقت کنید
وقتی میگیم کلاسیکال میوزیک منظورمون موسیقی کلاسیک غربه. اگر بخوایم بگیم جای دیگه باید پیشوند یا پسوندش رو بیاریم، مثلا ایرانیان کلاسیکال میوزیک، به موسیقی کلاسیک ایرانی که خیلی ها به اشتباه بهش میگن موسیقی سنتی ایرانی، باید بیاریم ایرانیان کلاسیکال میوزیک. در ادامه اورکسترال میوزیک و یا اینسترومنتال میوزیک، موسیقی اورکسترال و یا موسیقی سازی. اورکسترال موسیقی که با ارکستر همراه هست. موسیقی اینسترومنتال به موسیقی سازی میگن، میتونه تک نوازی یا سولو باشه یا میتونه گروه نوازی باشه، چند نفر بیشتر. که البته در موسیقی همه این گروه ها اسم دارن، مثلا اگر دو نفر باشه میشه دو، سه نفر باشه میشه تریو. حالا شکل های مختلف داریم ازش. تو موسیقی اینا اسم دارن. خلاصه راک میوزیک به موسیقی سبک راک میگن که خودش دریایی است، یعنی تقریبا شما به ندرت میشنوید کسی بگه راک میوزیک، راک ها همه اسم دارن. سولو آلبوم به آلبوم تکی میگن، یعنی یه خواننده داریم که داره میخونه، حالا با ممکنه که ارکستر هم همراهش باشن، اینجوری نیست خالی باشه. سولو برعکسش هم میشه، یعنی میشه مثلا 10 تا ساز داشته باشیم ولی یه ساز اصلی توش باشه سولو بزنه، که اصطلاحاً در موسیقی به اون میگن کنسرتو، اصطلاح ایتالیایی. کنسرتو یعنی فرمی از موسیقی که مثلا حالا ارکستر هر چی میزنه یه ساز اصلی داره، مثلا کنسرتوی پیانو فلان آهنگ. کامپایلیشن آلبوم، کامپایلیشن آلبوم این چیزیه که در دوران مدرن مد شده. طرف میره مثلا چند تا آهنگ و چیزو میخونه یا میزنه این ورم، بعد همه رو جمع میکنن کنار هم، یا برای یه نفره یا برای مثلا یه سبکه. اگه برای یه نفر باشه مثلا اجراهای مختلفش رو جمع میکنن، اگر برای یه سبک باشه مثلا حالا تو ایران برمیدارم مثلا شاد میزنن، چه میدونم غمگین میزنن، ولی خب بر مبنای ژانر هم میشه. مثلا میگن که موسیقی تو فروشگاه های موسیقی اگر برید مثلا این زده مثلا موسیقی کلاسیک دوران باروک، این یه کامپایلیشن آلبوم داره که مال اون دور است. و در آخری میگه کالت فالوینگ. خود کلمه یه کالت به معنی فرقه است. کالت فالوینگ یعنی یه اتفاقی بیفته که اون مخاطب طرف دیگه انقدر سرسپرده باشن که همه کارها اینا رو دنبال کنن. A very dedicated or devoted group of fans. الان مثلا در دنیا کی‌پاپر ها یک همچین حالتی دارن، مثلا گروه های مثل BTS، بلک پینک و این شکلی ها، اینا دیگه cult following دارن، یعنی طرف مثلا با های صحبت هم میکنی سلام کره‌ای میده، حتی به این مرحله اینا رسیدن. خلاصه اینا رو داریم تقریبا هر سبکی برای خودش، یا هر آدمی کالت فالوینگ خودش رو کم یا زیاد داره. خب درس مهمی است، فکر کنم خیلیاش براتون جدید بوده باشه و حتما نیاز به مرور و تمرین داره. درس رو دقت بخونید، مرور کنید، یه بار تمرین‌ها رو انجام بدید و بعد از این کار حتما طبق توصیه همیشگیم فایل‌های صوتیش رو از کانال تلگرام دانلود کنید و در طول هفته سعی کنید چندین بار این فایل صوتی رو گوش بدید. هم به مرور درس کمک میکنه، هم رو کیفیت تلفظتون تاثیر گذاره. سوالی اگر بود در نهایت توی بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.